بازم میگم اون ویلچه کثافته، ببخشید خیلی کثیفه، همه رو هم بیختی دوروبر، خیلی میریزی دوروبر. اما روحی هم پست منو دیده، ولی خواهرش اومده جواب منو داده، خیلی هم ناراحت بود. من گفتم من فقط دارم نقد میکنم. کسانی که چیز منو میبینید، این دوئت منو میبینید یا هر چیزی، دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم این ویدیویی که فرستادین همتون برام، باب همایون، اونو براش ریاکشن برم، و چون طول ویدیو کمه بعدم تو چنل همین آقا پیام میگردم دنبال یک ویدیو دیگه، یک ودویو دیگه هم با هم ریاکشن میریم. فقط یه سری سوالایی که پرسیده بودیم، من نمیدونم چرا تو دایرکت اینستا سوال میپرسین، چرا اگر واقعی هست اون اکانتتون نمیان توی همون یوتیوب سوالاتونو مطرح کنین؟ دو تا سوالاتونو جواب بدم بعد بریم سر این ویدیو. یکی سوال پرسیده بود تو این همون باز دوره اینستاگرام که کی مامه، که خودی چی هستی، چی گویی، حالا یه کلمه دیگه واژه دیگه به کار بود، چی گویی شدی فلا اینا، فکر میکنی چه خبره؟ ما والا خبری نیست، چیزی نیست، ما در حد نقده، ولی نقد من همراه با شوخی لحنم اینطوریه، داریم نقد میکنیم همونطوری که فراستی میاد سینمای ایران نقد میکنه، نقد تندی هم میکنه، کارش انتقاده، نقاد میشه، هرچی که میشه نقد میکنه، ما داریم نقد میکنیم. حالا چرا من نقد کنم کسی دیگه نکنه، کسی دیگه هم بکنه، مگه من کار به بقیه دارم؟ ولی من احساس کردم توی یه سری اطلاعاتی، یه چیزایی که توی این زمینه هست، زمینه به خارجی بهش میگن هاسپیتالیتی، یعنی مهمانداری، از هتل داری بگیر تا رستوران داری و نمیدونم کروز شیپ و اینا، فکر کردم که اطلاعات بیشتری تو خیلی زمینه هاش دارم، واسه همین به خودم اجازه میدم که این کارو بکنم، به خاطر اینکه این قسمت از فرهنگ ما داره غلط جا میفته. بچه‌ها حالا تو بگو اینا دارن از این کار پول در میارن، تو ایران پول در آوردن سخته، نمیدونم اینا خلاقن، من خلاق نیستم، این کار غلطه، این مدل تبلیغ کردن جاهای واقعا آشغال که از لحاظ بهداشتی صفرن و از لحاظ پروتئینی و ارزش غذایی و همه چی و کربوهیدراتی که تو اون غذا، شکری که تو اون غذا، نمک، کربوهیدراتی که هست، اینا چقدر چاق و بیریختتون میکنه و کلن چقدر برای بدن نامفیده، توی اینا شکی نیست و واقعا باید این اصلاح بشه، داره هر روز و هر روز بدتر میشه. و الان این داستان مکمانگی آمده که اونم یه ویدیو دیگه صحبت میکنم، ولی واقعا کسانی که این ویدیو رو میبینین، چون هر کدومتون رو من براتون ریاکشن میام، رای ریاکت میرم، دوئت میکنم، ویدیو منو دیدید، خیلیاتون جواب دادین، خیلیاتون مؤدب بودین، مدیر سوشی خونه جواب منو داد، شف بابک جواب منو داد، بسیار مؤدب، برادرش جواب منو داد، عمو روحی هم پست منو دیده، ولی خواهرش اومده جواب منو داده، خیلی هم ناراحت بود. من گفتم من فقط دارم نقد میکنم. کسانی که چیز منو میبینید، این دوئت منو میبینید، هر چیزی نکنید این کارو با مردم، به خاطر اینکه خودتون میرید وجدانی برین توی مغازه، اگه واقعا خوبه این کارو بکنید، نیست نکنید لطفاً. ایشالله که 10 برابر این پول در بیارین، 10 برابر این ماشینای بهتر بگیرین، معروفتر بشین و کلی جاهای دنیا برین. من آرزوم بقیه خوشحال ببینم خودم خوشحال میشم. ولی من دارم میگم مردمی که با سختی پول در میارن در ماه، مثلا یه 200,000 تومان میتونن پول ذخیره کنن، سیف کنن، اون مثلا اومده با خانوادش یه شب بیرون شام لذت ببره و بعدش هم دلدرد اذیت نشه، خواهش میکنم اگر میبینید جایی بده نکنید. برو بریم سر ویدیو. قبل از اینکه بریم سر ویدیو یه سوال دیگه هم بود، کری از این پیو چیزی بر نمیداری، برای چی یخچال تو گذاشتی شعاف کنی؟ نه من جایی دیگه ندارم، خونه کوچیکه، یخچال جا نمیشد، فقط اینجا جاش بود، الان هم بر میدارم یه دونه انرژی دیگه از توش بر میداریم میخوریم همزمان که داریم ویدیو رو میبینیم. خب برو بریم دوستان. بچه ها امروز آنی که سرمی که این داختی که کات کنید اون قسمت فیلم رو آبرو طرف میره. ایوه
خب باحاله که این کار باحاله. جز اون کسافت کاری بچه ها، جز اون کسافت کاری که با این بیلچه داره میکنه که پر پنیر رو الان همینجی که پاس کردم ببینید اینجا پر پنیر رو دستکش. یه چیز راجع به دستکش بهتون بگم، دستکش چیز تمیزی نیست که استریل بشه خودش هر دو دقیقه یه بار. دستکش اینه لایه دوم پوست عمل میکنه، اینه دسته. حتی شما سوشی خونه های معروف بری، سوشی خفن، جایگاه سوشی خفن رو تو ژاپن، توکیو، هر جای دیگه، دستکش اصلا دستشون نمیذارن، چون طعم اون حتی دست خیلی مهمه توی رول کردن سوشی. این داستانا دستکش پلاستیکه، مزه رو عوض میکنه. خب این که به کنار، دستکش گذاشتن باعث این نمیشه که شما همش تمیز باشید. شما دستتون رو که مثلا به این زدی داری میری سر عملیات بعدی، حالا مثلا مرغ خامه یا سبزی خامه یا هر چیزی که هست، باید دستتون رو بشورید، یا اگه دستکش دستتون هست باید دستکش رو بزنید دور. یعنی هر عملیاتی به عملیات بعدی باید دستکش عوض بشه. الان شما دستت روی سینی هست، روی بیلچه هست، روی نون هست که داره مستقیم وارد دهان میشه، نون سرد و بقیه چیزای داخل. حالا برو بریم ادامش. ولی حرکت‌های شو آف رو من دوست دارم. طرف یاد گرفته، وقت گذاشته، چیز متفاوت درست کرده که وقتی مشتری میاد این به قول معروف سرگرم بشه و اینترتین بشه. بازم میگم اون بیلچه کسافته، ببخشید، خیلی کثیفه، همه رو هم ریختی دور و بر، خیلی میریزی دور و بر، نکن این کار. نمون زدن سس صورتی چیه؟ چاجی؟ چرا صورتی شده آقا؟ کلمه دیگه بح. آقا میگم اینو ببین، چرا اینطوری میکنه؟ مگه میشه؟ این چجوری میخورن؟ اینو چجوری میخورن؟ تا میکنن میخورن با قاشق چنگال؟ مثلا این بمبیا که ساندویچ میشه، اگر صنعت زربرق سازی و آلومینیوم فویل رو از ایران بگیرن یا ورشکست بشه یه روز، اینا چطوری میخوان ساندویچ ها رو لول بکنن؟ این برای من سواله. منم چیز کردم، ASMR کردم، موکبانک کردم منم. اگر فویل رو بگیرن اینا چطوری میخوان پس ادامه شغل بدن؟ یکی این که آها چطوری میخورن، و اینکه این مغازه رو تو به گند کشیدی، این مغازه رو ساعتها الان باید تمیز بکنن، خودت هم حالا لطف بکنی با کارمندات کمک کنی، آره، بعد به هر حال همه جا رو باید با هم تمیز بکنید. این آشپزونه الان راحت توش دوست که موش جمع بشه. دوتا بندری داره، دوتا برگر داره، قارچو پنی، چهار دو جامون. بعد میاد یه آتیش رنگ این کمونو ببینید، یه آتیش هم بده، یه آتیش خفن بده بهمون ببینید. یعنی چه؟ آتیش نصف ساندویچ ریختنی الان آرده. این چه کاریه؟ مزه روغن سوخته میگیره. دوستان سلام، امروز اومدم گذر با سلام سلام دوستان، میریم سر ویدیو بعدی همین آدم. این ویدیو رو چون خیلیاتون به من گفته بودین براش ریاکشن رفتم، الان توی این پیجم میگن آقا ویدیو گلچین نکن. اول اینکه شما برام میفرستین، من نمیرم توی این پیج گلچین کنم. دوم اینکه بیا اصلا میرم یه ویدیو میبینم از بالا پایین، هرچی خوبه راجبش میگم، هرچی هم بده راجبش میگم. آقا اصلا من چشم با شما، بالا پایین بالا پایین پایین پایین. این ویدیو چی بود؟ مجنون چهار نفره. او این یاروه فکر کنم، ریشه اینجوری داره، نه؟ سلطان بستنی بهش میگن، همم هم سلطانن، سلطان بندری، سلطان بستنی، سلطان. بچه من پیشا پیش چون میدونم یوتیوب برامون کپی رایت خواهد زد، این موزیک رو قطع کردم، خودم اینجا روش صحبت میکنم و داشتم راجع به بستنه آمریکا و اینکه حواس بستنه ایران رو کردم صحبت میکردم. یه آمریکا خوشمزه است، اونه هم که مثلا مثل هاگنداز و برندهای معروف که توی جبس مثلا مثل میهن ما یا بیرون حتی بستنی قیف یا اینا، ولی مثل مهجون چی رو موضوعی سنگینه اینطوری کلوف مانند غلیظ مثل ایران ندارن. من ندیدم، اگر میدونین جایی هست با هم بگین، میرم سفر میکنم که حتی برم اونجا.
اوخ بستنی که نصرت هم می آورد، فکر کنم از ترکیه می آوردن براش، همون شیر بوزه. خب میرفت لای باقلوای داغ. اون بستنی هم خیلی خوشمزه بود. بریم ادامه رو ببین. من دارم هی ادامه رو ببین. پایین‌تر از خیابون فرهنگ کلا 156 این مجموعه چهار نفره شونه که قشنگ چهار نفره واقعا جواب میده بودن 1.5 تا 2 کیلو بعد چند هزار تومنه اینا الان. اینم مجموعه اردبیلی شونه، حلوای اردبیلی. آقا خیلی قشنگ به نظر میاد. اون ریشو هم که من میگفتم نیست، این چیز خوشمزه ایه. جوهای دیگه این محصول ندیدم. بعد شما ویتامین تک نفره و شیر پسته هم دارن، از این شیر پسته های دهش هستی. این هم از ویتامین هم از بستنی سنتیم، این هم از بستنی نسکاف هم. بچه من داره گشنم میشه، بعد حوث چیز کردم، حوث چیز قند تور بستنی تور کردم. میرمش اینجا میخورم و یه ریاکشن دیگه میریم سه تا. فقط این چون هیچی دیگه از این تو من دستگیرم نمیشه. خوش خوب بود، چیز باحالی بود. همینطوری میریم بالا پایین بالا پایین بالا 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 پایین 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 بالا. اینجا برگر تایم گوشتمه. خب بریم. ساعت چنده؟ آقا ساعت چنده؟ برگر تایم. این همه ساعت چی شد؟ رفت اونجا مثلا توهم زد ساعت ها، بعد ساعت گفت چنده، گفتم ساعت بعد. واو خلاقیت تبلیغ. از اونجایی که ما ایرانی ها خدای کاپی رایت هستیم، اینجا هم یه موزیک دیگه استفاده شد روش که خارجی بود و من میدونستم که این کاپی رایت قرار بخوره. ساس همون به قول معروف ورچستر رو یه مقدار ادویه اضافه کردن، گفت 6 تا ادویه مخصوص، ولی همون نمک فلفل سیاه و فلفل قرمز و پودر فکر کنم سیر و پیاز باشه. چرا عرض داره میخنده؟ خب اینجام دوباره موزیک رو من قطع کردم، صدا رو کلن. خیلی خوشگل داره برگرها رو پرشن میکنه و به اندازه مساوی برای همه یه مشتری ها داره میزنه. خیلی کار قشنگیه، گریل خیلی تمیزی داره، همه چی مرتب و تمیز داره میاد، حتی آلومینیوم فویل هم گذاشته اون گوشه که روغن و اینا که ریخ بتونه برش داره. برگر رو به نظر من یه مقدار زیاد داره خوش میکنه. خب این از هات داگش. سس قارچش باحال به نظر میاد. نریزید دیگه این پنیر با این حجمو، خرابش نکنید. چرا برگر رو انقدر ولدان کردید؟ چرا؟ خب تمام اون آب و جوس برگر و مزه برگر از توش در اومد با این حرکت. نکنید این کارو. من برگر اسموکی بریکنشونه. اسموک؟ جز این که خوش کردی و گه زدی به اون گوشت، من ایراد دیگه تو این ویدیو نمیبینم. سلام، اینجا برگر تایم شهر چقدر آخ 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 آخ. این برگر خوشمزی هم که دیدین اصل استاد رنجبر عزیزی. آقا دوستان میگن استاد رنجبر خیلی کاراش فیکه و آشپز خوبی نیست. خیلی ها به من دایرکت دادن و گفتن. درست میگن یا نه؟ من احساس میکردم آشپز بدی نیست. اون آقای علا پیشرو که اونم توی کانال 3 بود، یک بود، کجا بود، برنامه آشپزی داشت، اون کارش خوب بود. سامان گوریز اصلا کارش خوب بود به نظرم واقعا. ایشون رو میگن اینطوری. من برنامه هاشون نگاه نکردم که قضاوت بکنم، ولی فقط رفتار عجیبشون برای من که زیر عکسی که برگرای من پست قدیمی، من خیلی قدیمی، مال 3-4 سال پیش نوشته بود گود جاب و فلان و اینا کامنت گذاشته بود، ولی بعدش من بهشون دایرکت دادم هیچ وقت جواب من ندادن. من میخواستم که ایشون تبلیغات انجام دادن، تبلیغ پیج هم انجام بدن، ولی مثل که ندادن. دلیلش هم بعدم متوجه شدم، البته از منیجرش قرار بود انجام بده، نداد. اینکه من با این تسترها کلکل کرده بودم و اینا، چون با اونا کار میکرد نمیخواست من تبلیغ بزنه.
خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. همونجوری که دیدین رندوم دیدم اون دو تای دیگه رو، حالا بعداً یعنی رندوم به طور اتفاقی، بعداً میتونیم اینطوری دوباره به طور اتفاقی انتخاب کنیم یا میتونیم نه کلیپایی که شما زیاد برای من توی دارایت انسان میفرستین اونا رو فقط بررسی کنیم. امیدوارم شب روز خوبی داشته باشین. دکمه بیلاخ و سابسکرایب و لایک و اینا یادتون نره. حالتون خودتون خوشحال نگه دارین. خداحافظ.